خیلی از بیماری هایی که امروزه ما هممون ازش وحشت خیلی زیادی داریم، مثل انواع سرطان ها، مثل بیماری پارکینسون، بیماری آلزایمر یا بیماری هایی که دستگاه ایمنی بدن ما رو تحت تاثیر قرار میدن، به نظر میاد همگی وقتی شروع میشن که یکی از مکانیزم های سلولی ما دچار اختلال میشه یا فعالیتش به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکنه. این مکانیزم سلولی که بهش میگن اتافاژی یا آتوفاژی، یا فارسی تر تلفظش بکنیم آتوفاژی، مکانیزمی هستش که توسط یک زیستشناس ژاپنی به اسم پروفسور یوشینوری اوسومی تعریف شد و همین باعث شد که ایشون بتونه سال 2016 جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی رو دریافت بکنه. آتو به معنای خود، فاژی به معنای خوردن، یعنی که بدن شروع بکنه به خودخوری کردن و از هر اون چیزی که داره خودش رو بازسازی بکنه. دوستان خوبم، درود. من فاطمه، دکترای تخصصی بایومدیسن دارم و تصمیم دارم امروز بهتون خیلی ساده آتوفاژی رو توضیح بدم که به نظر میاد راهکار پیشگیری و درمان خیلی از بیماری هایی هستش که قبلا برامون به صورت یک موزل بزرگ حل نشده بود. اگر بخوام به زبان ساده بیانش بکنم، خونه ای که جسم ما رو تشکیل داده، مثل هر خونه نوساز دیگه ای، از بعد به تولد ما شروع میکنه به اینکه دچار فرسایش بشه. ولی برای اینکه بتونه ظاهر خودش رو حفظ بکنه، برای اینکه این خونه سرپا باقی بمونه، باید مدام بتونه این خونه رو ترمیم و بازسازی بکنه. خب فرض بکنیم یه خونه ای رو داریم که میخوایم بازسازیش بکنیم. یه جاهایش رو خراب میکنیم که دوباره از نو بسازیم، ولی وقتی که خرابش میکنیم میبینیم تیراهناش یا تیرهای چوبی که توش به کار رفته، سنگهاش، آجرهاش هنوز قابل استفاده هستن. چیکار میکنیم؟ اینها رو جمع میکنیم و میتونیم دوباره تو روند بازسازی خونه ازش استفاده بکنیم. میتونیم هم یه کار دیگه بکنیم، بریم مصالح نو بخریم و خونه رو بازسازی بکنیم. در عمل نتیجه یکسان هستش و خونه که داریم بازسازی میشه. اما اگر اومدیم و این تیراهنها و تیرچوبیها و سنگها و آجرهایی که به درد بخور هستش از این خونه قدیمی، اینها رو بازیابیشون کردیم اما تو روند بازسازی خونه استفاده نکردیم و رفتیم مصالح نو خریدیم، چی میشه؟ دلمون نمیاد که اینها رو بریزیم دور، میگیم نگهشون میداریم یه جا تو انباری برای روز مبادا. پس توی خونه که بازسازیش کردیم، نوساز شده دوباره، یه انباری داریم که پر شده از مصالحی که از خونه قبلی جمع آوریشون کردیم. حالا دوباره بعد از یه مدت میخوایم خونه رو بازسازی بکنیم، دوباره یه سری از مصالح به درد بخورش رو نگه میداریم، ولی از یه طرف میریم مصالح نو میخریم و خونه رو بازسازی میکنیم. خب این خونه رو هم بازسازی میکنیم، ولی از یه طرف مصالحی رو که ازش گرفتیم و استفاده نکردیم رو داریم جمع آوری میکنیم. بعد از یه مدت چی میشه؟ این خونه هرچند که بازسازی شده، هرچند ظاهرش نوع قشنگه، اما دیگه قابل سکونت نیست، چون در واقع شده یه انبار نخاله های ساختمانی. بدن ما هم همینطور هستش. وقتی که شروع میکنه به اینکه دچار فرسودگی میشه، دچار فرسایش میشه، باید بهش فرصت بدیم که از هر آن چیزی که داره استفاده بکنه، اونها رو بازیابی بکنه، اونها رو ریسایکل بکنه و دوباره خودش رو ترمیم بکنه. حالا مصالح و مواد نوعی که ما برای بدنمون فراهم میکنیم، غذاهایی هستش که میخوریم. اگر اضافه تر از آن چیزی که بدن ما نیاز داره غذا مصرف بکنیم، بدن ما هم تبدیل میشه به همون ساختمونی که هرچند ظاهرش قشنگ ممکنه باشه، اما دیگه قابل استفاده نیست، قابل سکونت نیست. دیگه این جسم ما جسمی نیستش که بتونه برای ما راحتی و آسایش فراهم کنه، چون میشه حکایت همون انبار نخاله های ساختمانی. پس به زبان ساده میخواستم بهتون بگم که برای یک بدن اون چیزی که مهم هستش این هستش که بین اون غذایی که میخوره و نیازهایی که داره، چه برای تامین انرژی و چه برای بازسازی، بتونه تعادل برقرار بکنه. حالا اگر ما بیش از حد غذا بخوریم، فقط مشکلش اضافه وزن ما نیست، مشکل این هستش که همه اون مواد و مصالحی که توی بدن ما هستش انبار میشه.
و این باعث خیلی از بیماری ها میشه. یه سری از بیماری هایی که خیلی خوب میشناسیمشون، مثل بیماری پارکینسون، مثل بیماری آلزایمر، چرا تشکیل میشن؟ به این علت که سلول های دستگاه عصبی مرکزی ما یا نورون های ما آسیب میبینه از تجمع پروتئین ها، یعنی پروتئین های اضافه که بدن نتونسته اینها رو از بین ببره تجمع میکنن توی این سلول ها و سلول ها رو از بین میبرن و نابود میکنن. در صورتی که اگر مکانیزم های آتوفاژی تو سلول های ما فعال میموند، این پروتئین های اضافه در واقع ریسایکل میشدن، بازیافت می شدن و بعدم می تونست جای دیگه ازشون استفاده بکنه. اصلا یکی از دلایلی که این بیمارها مثل آلزایمر و پارکینسون تو سنین بالا اتفاق می افته همین هستش که تا وقتی که فرد جوان هستش این مکانیسم های آتوفاژیش خیلی بهتر عمل می کنه، اما به مرور که سن بالا میره سطح این مکانیسم های آتوفاژی کاهش پیدا میکنه و بنابراین بدن به سرعت این پروتئین هایی که ساخته شده رو و اضافه هستش یا ایراد ساختاری داره و به درد نمیخوره رو نمیتونه بازیافت بکنه، پاکسازی بکنه، بنابراین اینها تجمع پیدا میکنن و ریشه خیلی از مشکلات میشن. توی بیماری سرطان هم یک سری از مکانیزم هایی که مربوط به سرطان هستش برمیگرده به میتوکندری ها یا موتورخونه های سلولی ما که اینها دچار مشکل شدن، دچار آسیب شدن و آتوفاژی کمک میکنه که در واقع این میتوکندری ها بتونن بازیافت بشن و سلول ها بتونن به حالت نرمال برگردن، فعالیت هاشون به حالت نرمال برگرده و بدن شانس ابتلا به سرطانش کاهش پیدا بکنه، روند بیماری سرطان خیلی کند بشه یا حتی متوقف بشه. بنابراین آتوفاژی هرچند یه مفهوم خیلی ساده به نظر میاد، اما میتونه راهکار پیشگیری و درمان خیلی از بیماری ها باشه. خب آتوفاژی به این معنا هستش که ما اونقدر غذا بخوریم که فقط بتونیم نیازهای روزانه‌مون رو تامین بکنیم، اما به بدنمون این فرصت رو بدیم که از هر آن چیزی که اضافه داره از گذشته بتونه استفاده بکنه و خودش رو ترمیم و بازسازی بکنه. این معنیش چی هستش؟ معنیش این هستش که یک کودک یا یک نوجوان یا هر کسی که در سن رشد هستش همچنان هرچند که این خونه جسمش رو داره بازسازی میکنه، اما هنوز خود ساخت اون خونه تکمیل نشده. بنابراین اون نیاز داره که بتونه غذا به اندازه کافی به بدنش برسونه که حالا چه مرحله سفتکاری چه مرحله نازک‌کاری ساخت این خونه جسمش رو بتونه پیش ببره. اما کسی که وارد سن نوجوانیش تمام میشه، وارد سن جوانی میشه، وارد ادالتهود میشه، وارد بزرگسالی میشه، دیگه لازم نداره که خونه رو بسازه. این خونه بنا شده هستش، این خونه ساخته شده هستش. تنها چیزی که نیاز داره این هستش که بتونه این خونه رو بازسازی و ترمیم بکنه. بنابراین دیگه لازم نداره به اون اندازه غذا بخوره. یه ویدیو براتون ساختم در رابطه با بایدها و نبایدهای رژیم غذایی و اونجا براتون توضیح دادم که بدن ما طی یک فرایند تکاملی 2.5 میلیون ساله به شکل امروزی در اومده و طی این 2.5 میلیون سال فرآیند تکاملی انسان نه کشاورزی میکرده، نه یک جانشین بوده و نه این اندازه ماده غذایی در دسترسش بوده. انسان برای اینکه بتونسته نیازهای روزانه خودش رو تامین بکنه باید میتونسته که شکار بکنه، ولی شکار کار راحتی نبوده. هر لحظه و هر ساعت نمیتونسته شکار بکنه که صبحانه بخوره، نهار بخوره، شام بخوره، میان وعده صبح بخوره، میان وعده ظهر بخوره، میان وعده شب بخوره. گاهی باید چند ساعت گرسنگی تحمل میکرده، 20 ساعت، یک شبانه روز، دو شبانه روز و حتی سه شبانه روز. و این بد نبوده، اصلا تکامل بدن ما بر این اساس بنا شده و خیلی از مشکلات ما زمانی شروع شده که ما یک جانشین شدیم، فعالیت های بدنی ما کاهش پیدا کرده. همین کاهش فعالیت های بدنی ما باعث کاهش آتوفاژی میشه در بدن ما. غذا خوردنمون خیلی میزانش افزایش پیدا کرده. و یه نکته مهم دیگه که میخواستم بهتون بگم این هستش که حتی اگر ما کالوری های روزانمون رو کنترل بکنیم، یعنی بیشتر از نیاز بدن خودمون غذا مصرف نکنیم، اما همینی که خیلی متداوم غذا مصرف میکنیم، مثل اون تئوری که کاملا منسوخ شده که میگه کم بخور و همیشه بخور، اگه از اون راه
بخوایم زندگیمون رو به پیش ببریم، بدن ما دچار آسیب میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همین مکانیزم های اتوفاژی تحت تاثیر قرار میگیرن و بدن فرصت این رو پیدا نمیکنه که از اون چیزی که درونش هستش و ذخیره هستش استفاده بکنه که بتونه خودش رو بازسازی بکنه. اتوفاژی رو توی بدن خیلی راحت میشه تحریکش کرد. هم داروهای خیلی زیادی داره پیدا میشه و کشف میشه به این منظور، هم فعالیت‌های بدنی و نوع خاصی از تمرینات ورزشی هستش که میشه اتوفاژی رو در واقع راه اندازی کرد توی بدن. هم یکی از راهکارهاش که خیلی آسونه، بدون هزینه هستش، برای همه قابل دسترس هستش، روزه‌داری هستش. به این معنی که شما یه ساعت خاصی از شبانه روز رو به خوردن غذا اختصاص میدین و چند ساعت غذا نمیخورید، روزه میگیرید. این روزه‌داری انواع مختلفی داره، شرایط مختلفی داره که من توی ویدیوهای دیگه کامل بهش میپردازم. اما خواستم بهتون بگم که بیشتر از اون چیزی که ما چقدر غذا میخوریم این هستش که کی غذا میخوریم و چند نوبت غذا میخوریم. و اگر سلامتی خودتون و عزیزانتون براتون مهم هستش، حتما به این نکته توجه بکنید که تئوری هایی که تو این چند سال اخیر برای ما تعریف شده همه و همه منسوخ شده هستش و سعی بکنید اطلاعاتتون رو توی زمینه های غذایی به روز نگه دارید. من تو ویدیو آینده حتما در رابطه با اصول روزه‌داری و اصول فعال کردن این مکانیسم اتوفاژی با اتون صحبت میکنم. سارا اومده پایین کف پای منو قلقلک میده، نمیذاره من صحبت کنم. توی ویدیو دیگه همه مکانیسم ها رو براتون توضیح میدم و تا یک دیدار دیگه همتون رو به خدای مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.